توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان با اجرای دکتر تورج دریایی. برنامه شماره 3، شاهنشاهی ماد و تمدن آسیایی ها. با درود فراوان، تورج دریایی هستم. در این جلسه درباره تاریخ و تمدن ایران باستان با هم صحبت می‌کنیم. مبحث این جلسه شاهنشاهی ماد و تمدن آسیایی است. برای اینکه بهتر بتوانیم تمدن ایرانی را مطالعه کنیم، لازم است که با تمدن‌های دور و بر ایران آشنا بشیم. سه تمدن مهمی که در طول زمان با ایران رفت و آمد داشته، تمدن بین النهرین، هند باستان و تمدن یهود است. اول از همه تمدن بین النهرین. تمدن بین النهرین در جوار دو رود مهم دجله و فرات شکل گرفت. این اروپایی ها بودند که در قرن 18 برای اینکه تصدیقی پیدا کنند که کتاب مقدسشان در حقیقت حقایق تاریخی را بازگو می کند، به بین النهرین سفر کردند و اولین باستانشناس آن زمان بودند. معروفترین این اروپاییان سر آستین هنری لیرد نام داشت که به کمک دولت انگلستان به شهر نینوا رفت و آنجا را حفاری کرده و آنچه که در کتاب مقدس درباره نینوا و تمدن آشوری بیان شده بود رو به رسم کشید. پس از آن تعداد بیشتری افراد اروپایی یا باستانشناسان اروپایی به بین النهرین سفر کردند و در حقیقت با قدیمی ترین تمدن جهان که به صورت مکتوب برای ما بازمانده، یعنی همان تمدن سومری، رو در رو شده. نزدیک به 5500 سال پیش سومریان که تمدنی مکتوب برای ما به جای گذاشتند، در جوار رود دجله و فرات میزیستند. آنها در شهرهایی به نام لاگش، اوما، نیپور، اور، اوروک و کیش زندگی میکردند. این دولت شهرها هر کدام مستقل و دارای نظم خود بودند. ما اطلاع داریم که بعضی از این شهرها به صدها هزار نفر جمعیت می رسید و هر شهری در حقیقت نظم و معبد و خدای خودش را در بر داشت. برای مثال در شهر اوروک که معبدی بسیار مهم در آنجا جای داشت و هر شهر دیگر، مذهب نقش مهمی ایفا می کرد. منظور من از مذهب مراسم یا تشریفات مذهبی، قربانی، جشن سال نو، حضور معبدان یا کاهنان و پرستش خدایان بود. در دیگر شهرهای سومری خدایانی به مانند اینانا یا ایشتر که الهه عشق بود وجود داشت. کارکرد اینانا یا ایشتار، الهه عشق، در سومر باستان و تمدن بین النهرین بسیار مهم می باشه، چون زنان به آنجا می رفتند و دعا می کردند و یا به آنجا صدقه می دادند.
پس از مدتی و در حقیقت پس از هزاره‌ای، این مردان بودند که به این واقعه متوجه شدند که شاید این زنها نیستند که باعث نازایی هستند، بلکه خودشان می باشند. و در هزاره دوم قبل از میلاد مردان نیز به معبد اینانا سفر کردند. دیگر خصایص مهم مذهبی بین النهرین وجود زیگورات یا عمارت‌های بسیار بلندی است که باور بود که خدایان در بالای آن می‌زیستند. این کارکرد کاهن بود که در هر شهر مراسم به خصوص مذهبی را انجام بده تا خدایان آن شهر برای مردم سلامتی و نعمت بیافریند. از دیگر خدایان مهم بین النهرین ابزو یا خدای آب می باشد که همچنین خدای قضاوت نیز بود. بین النهرینی ها بر این باور بودند که اگر کسی دروغ گفته یا راست گفته، این ابزوست، خدای آب است که حقیقت و صحت یا دروغ اون سوگند را تشخیص می دهد. بنابراین پس از سوگند شخص را با دست و پا بسته و به آب می انداختند. اگر این شخص زنده می ماند، سوگند او قابل قبول بود و البته اگر می مرد، خدای ابزو انتقامش را از او گرفته بود. در میان خدایان بین النهرین از همه مهمتر ماردوک نام داشت. ماردوک خدای خدایان در بین النهرین بود و در حقیقت برای جشن گرفتن سال نو لازم بود که ماردوک پرستش شود و برای او در شهرهای مختلف تشریفات مذهبی انجام گیرد. در اینجا پادشاه یا شاه که در تمدن بین النهرین لوگال نام داشت نقش بسیار مهمی ایفا می کرد. شاه یا لوگال نه تنها باید از شهر و تمدن خود دفاع می کرد، بلکه باید هر سال مراسم درست را انجام می داد تا ماردوک از او راضی شود و مردم آن تمدن هم در صفا و صلح زندگی کنند. به غیر از سومریان، تمدن آکاد تمدن دیگر مهم بین النهرین می باشد که ما بین سالهای 2300 قبل از میلاد تا 1800 قبل از میلاد بر بین النهرین حکومت می کردند. این پادشاه آکاد هست که برای اولین بار لقب شاه چهار گوشه جهان یا به آکادی شار کیبراتیم آرباییم را در دست داشت. دلیل اتخاذ این عنوان آن است که آکادیان اولین مردم بین النهرین بودند که تمام بین النهرین را، یعنی هم شمال و هم جنوب بین النهرین را متفق کرده و آن را در دست داشتند. آکادی ها که مردمی سامی زبان بودند از شمال بین النهرین آمده بودند و مهمترین پادشاه آنها سارگون نام داشت. در حقیقت این سارگون بود که لقب پادشاه چهار گوشه جهان را اتخاذ کرد، چون برای بین النهرینی ها این منطقه تمام دنیای متمدن را در بر داشت. بعد از آکادی ها بابلیان هستند که بین النهرین را تحت تسلط می گیرند. آنها ما بین سالهای 1750 قبل از میلاد و 1200 قبل از میلاد بر تمام بین النهرین حکومت کردند. آنها نیز مردمی سامی زبان بودند. در این زمان می توان گفت که بابل ثقل زمین بود. از لحاظ فرهنگی و اجتماعی هیچ منطقه‌ای در جهان نمی توانست با بابل و شهر بابل همتایی کند. بابلیان نیز به این حقیقت واقف بودند. ما می دانیم که آنها اولین نقشه جهان را ترسیم کرده و بابل را در وسط این نقشه جای دادند
و به دقت درباره جغرافیای شهر خود و تمدن خود صحبت کردند. نه تنها اولین نقشه جهان کار بابلیان هست، بلکه کتابخانه های مهم باستانی را بابلیان دایر کردند. اگر سری به کتابخانه های باستان بابل می زدیم، می دیدیم که در هر اتاقی بر حسب هر سوژه‌ای کتاب هایی وجود داشت که البته تمام این کتاب ها به خط میخی بر الواح نوشته شده بودند. یکی از بازمانده های مهم نوشتاری بابل کد حمورابی است. حمورابی پادشاهی است که یکی از اولین قوانین کامل جهان را تدوین کرد. در این قانون نوشته شده بود که هر شخصی در شهر بابل و پادشاهی بابل مسئول کار خود و کارکرد خود می باشد. در حقیقت این قانون به عنوان یک چشم برای یک چشم وجود داشت. پس از بابلیان این آشوریان بودند که بر بین النهرین حکومت کردند. حکومت مقتدر آشور ما بین سالهای 1200 و 600 قبل از میلاد حکمرانی کرد و از شهر مهم نینوا بر تمام بین النهرین و برای اولین بار بر فلات ایران و خاورمیانه حکم فرما شد. آشوریان در دنیای باستان زبان زده همه بودند. آنها یکی از مجهزترین ارتش‌های دنیای باستان را داشتند و در کتابخانه‌هایشان می‌توانستیم ده‌ها نوشته درباره تاکتیک جنگی پیدا کنیم. آنها همچنین اولین موزه جهان را به وجود آوردند، چون مانند امپراتوری‌های معاصر قصد داشتند که از تمام نقاطی که بر آن حکم فرمایی می‌کردند اشیایی و بازمانده‌ای بیابند و در موزه خود بگنجایند. همچنین اولین باغ وحش جهان نیز کار کرده این آشوریان می باشد. همچنین آشوریان در دنیای باستان معروف به داشتن بهترین و مهمترین جشنها و پایکوبیها بودند. مهمترین این جشنها جشنیست به نام کلاه که در شهری به نام کلاه انجام شد و در سال 750 میلادی برپا شد. پادشاه آشوری که شهر کلاه را به تازگی تمام کرده بود، مهمانی برای 10 روز در این شهر داد و در حدود 69,000 نفر را دعوت کرده و برای همه خوراک و لوازم شادی را مهیا کرد. همونطور که گفته شد، آشوریان فراتر از بین النهرین حکومت کردند. آشوریان نه تنها به فلات ایران رفته و مردم ایران را نیز زیر کنترل خود قرار دادند، بلکه مهم است که بدانیم که پادشاهی اسرائیل در قرن 9 قبل از میلاد باستان نیز زیر دست آشوریان قرار گرفت و آنها پادشاه اسرائیل به نام جهو را گرفتند و به پادشاهی اسرائیل پایان دادند. پادشاهی آشور در سال 614 قبل از میلاد به پایان رسید. ایرانیان و دیگر اقوام بین النهرین دست به دست هم دادند و این پادشاهی پرعظمت را به پایان رساندند. پس از آشوریان دوباره بابلیان به مصدر قدرت نشستند و ما بین سالهای 650 و 550 قبل از میلادی بر بین النهرین حکومت کردند. پادشاهان معروف این دوره نبوکدنزر و نبونید بودند که در زمان آنها پادشاهی یهود در قرن 6 قبل از میلاد نیز به پایان رسید و اقوام یهود به بین النهرین سکنا داده شدند و در حقیقت معبد مهم یهودیان از بین رفت.
این اقوام و این پادشاهی ها هر کدام در زمان خود با اقوام ایرانی و با فلات ایران در تماس بودند و ایرانیان و مردم بومی فلات ایران هر کدام از این تمدن ها یاد گرفته و با آنها در حال داد و ستد و گفتگو بودند. همونطور که گفته شد، آنچه تمدن بین النهرین را درخشان می کند این است که اولین تمدنی است که سیستم نوشتاری را ابداع کرده. سیستم نوشتاری بین النهرین توسط خط میخی و بر روی الواح گلی به وجود آمده و تقریبا همزمان با فلات ایران در حدود 5500 سال پیش این سیستم نوشتاری به وجود آمد. در ایران این ایلامی ها بودند که همزمان این سیستم را ابداع کرده و در بین النهرین این سومری ها بودند که این سیستم را به وجود آوردند. در حدود 3500 قبل از میلادی این سیستم نوشتاری توانست کتاب‌هایی به وجود بیاورد که نمونه بارز آن داستان گیلگمش یا قدیمی ترین نوول یا رمان جهان می باشد. در این رمان ما با آرزوی انسان و جوان ماندن و نامیرایی روبرو می شویم. ما می دانیم که در زمان سومریان مدرسه هایی دایر شده بود که بچه ها به مدرسه بروند و خواندن و نوشتن بیاموزند. همچنین ما مشق‌های شب این دانشجویان را نیز داریم که داستان گیلگمش را بر روی آن نوشتند. به غیر از داستان گیلگمش، ما در حدود 4400 سال پیش با اولین کتب تاریخی بین النهرینی روبرو می شویم. در حقیقت این بین النهرینیان بودند که تاریخ خود را در حدود 4000 سال پیش از سیل و طوفان نوح آغاز کردند. همچنین صدها متن بین النهرینی درباره ستاره شناسی، نگاه داشتن زمان و درباره آینده نوشته شده است. همچنین لغتنامه‌های دو زبانه یا سه زبانه نیز به دست آمده است. مهمتر از آن، اولین متون پزشکی نیز در بین النهرین نوشته شده است. در حدود 4000 سال پیش ما کتبی داریم که درباره بیماری‌های گوناگون سخن رفته و علاج هر کدام را در این متون بیان کرده‌اند. البته باید گفت که این درمان‌ها همیشه کارگر نبودند. بگذارید مثالی بزنم. یکی از الواح به دست آمده که امروزه در موزه بریتانیا شماره 4575 را دارد، یکی از این متون است که در شهر اوروک یافت شده. برای مثال، ما می‌دانیم که در بین النهرین بیش از 30 نوع نحوه ساخت و درست کردن آبجو وجود داشته و خدایی نیز به نام نینکاسی که خدای آبجو نیز بوده. ایرانیان تعداد زیادی کلمات آشپزی نیز از بین النهرینی ها به آریت گرفتند. برای مثال در زبان آکادی کلمه تنور تینیرو می باشد که به فارسی امروزه به آن تنور و در هندی تندور می گوییم. در شرق فلات ایران تمدن هند وجود داشت و این تمدن نزدیک به 5000 سال پیش شکل گرفت و در جوار رود سند شهرهای مهمی که آنها نیز به مانند دولت شهرها بودند به وجود آمدند.
مهمترین شهرهای رود سند در 5000 سال پیش موهنجو دارو و هاراپا نام داشتند و جمعیت بومی این شهرها را دراویدی می نامیدند. دراویدی ها یا دراویدیان ها مردم بومی هند باستان می باشند. آنچه که جلب توجه می کند نحوه ساختار هر کدام از این شهرهاست که در آنها ما حمام، خیابانهای بسیار مستقیم با دیوارهای بلند که جلوگیری از آفتاب سوزناک را می کند وجود داشته است. همچنین سیستم لوله کشی بسیار جالبی در این شهرها بوده که از بیماری می کاسته. این هندیان باستانی نیز سیستم نوشتاری داشتند که متاسفانه هنوز کسی نتوانسته رمز و راز آن را بیابد. یکی از مهمترین باورهای هندیان باستان عدم خشونت یا به زبان سانسکریت آهیمسا می باشد و این ایده عدم خشونت پس از 4000 سال هنوز در باورهای هندیان دیده می شود. در حدود 3500 سال پیش اقوام آریایی به هندوستان کوچ کردند و توانستند سکان حکومت را در دست بگیرند. باورهای این آریایی ها باور مرسوم مردم هندوستان امروزی است، مخصوصا آنهایی که به دین هندو و بودایی گرویش دارند. قدیمی ترین سند مذهبی این آریایی ها ودا نام دارد که بیش از 1024 شعر مذهبی است که موبدان آنها یا براهمانان آنها را حفظ کرده و آن را می سرایند. بر حسب این ویداها ما می دانیم که جامعه هند بر 4 طبقه بنا شده بود: طبقه اول طبقه کاهنان یا به سانسکریت براهمان ها هستند. براهمان ها مسئول حفظ کردن ویداها بودند و همچنین تشریفات مذهبی را انجام می دادند. طبقه دوم طبقه جنگجو یا به سانسکریت کشاتریاها هستند که مسئول دفاع از جامعه آریایی و نظم برای آنها بودند. طبقه سوم که کشاورزان می باشند به سانسکریت وایشیا نام دارند. آنها مسئول به وجود آوردن مایحتاج مردم آریایی بودند. ما همچنین باید یک طبقه چهارم رو در رو هستیم که با آنها شودرا میگویند که به نظر میرسد اقوام غیر آریایی باشند که از این سه طبقه جدا هستند. این جامعه است که ما از حدود 3000 سال پیش با آن رو در رو هستیم. خدایان بزرگ ویدایی عبارتند از ایندرا که در حقیقت پادشاه خدایان می باشد. همان گونه که ماردوک خدای بزرگ بین النهرین بود، ایندرا خدای بزرگ هندوان می باشد. ایندرا در حقیقت خدای رعد و برق است که طبقه کشاتریا یا جنگجویان آن را پرستش می کردند و به جنگ می رفتند. خدای مهم دیگر هندوان سوما نام دارد و سوما خدایی است که طبقه براهمان یا کاهنان آن را پرستش می‌کردند. این تمدن هند از شرق ایران با ایران زمین در تماس بود و داد و ستد فرهنگی و اقتصادی نیز وجود داشت. تمدن مهم دیگری که با ایرانیان سر و کار داشته تمدن یهود می باشد. تمدن یهود در حدود 4000 سال پیش شکل گرفت
و یهودیان به صورت اقوامی که ما بین مصر و بین النهرین وجود داشتند در حرکت بودند. قدیمی ترین رفرانس به یهودیان از شهر اور می آید. اور یکی از شهرهای مهم سومری بود که در آن ابراهیم می زیست. سپس در قرن 16 قبل از میلاد ما دوباره اطلاع می یابیم که یهودیان در مصر می باشند و این بار به اسارت در آمدند. در اینجاست که ما با نام موسی آشنا می شویم و موسی ملت یهود را از مصر برده و به فلسطین می رساند. در حدود قرن 11 قبل از میلاد ما با یک سری پادشاهی یهود روبرو می شویم که نام پادشاهانی به نام سال، داوود و سلیمان هستند. آنها پادشاهی اسرائیل را بنا کرده و در طول زمان دو پادشاهی اسرائیل در شمال با پایتخت در سماریا و پادشاهی جودا در جنوب با پایتخت اورشلیم بنا می شود. مذهب یهودیان نیز بسیار در این موقع مهم می باشد، چون ناگهان با ایده یکتاپرستی روبرو می شویم. این یهودیان هستند که به عنوان اولین ملت باور یک خدایی را به پیش می کشند. همانطور که گفته شد، پادشاهی اسرائیل توسط پادشاهی قدرتمند آشور در قرن 8 قبل از میلاد از هم فرو پاشید و پادشاهی جودا در قرن 6 قبل از میلاد توسط بابلی ها به پایان رسید و در حقیقت این معبد مهم یهودیان بود که نابود شد و یهودیان به بابل برده شدند و در آنجا سکنا یافتند. یهودیان این وقایع را به کتابت درآوردند و جزئی از کتاب مقدس خود کردند و در این حال ایرانیان به عنوان ناجی آنها عنوان شدند. می توان گفت که از قرن 6 قبل از میلاد یهودیان و ایرانیان تنگاتنگ و در کنار هم میزیستند و با یکدیگر داد و ستد انجام میدادند. در این میان اولین قوم ایرانی که توانست بر فلات ایران پادشاهی برپا کند قوم ماد میباشد. مادها از گروهی جنگجو تبدیل امپراتوری یا شاهنشاهی بسیار مقتدری شدند. این منابع آشوری و بین النهرینی هستند که در وهله اول به ما اولین اطلاعاتی را درباره مادها می دهند. سپس منابع یونانی درباره شاهنشاهی ماد به ما مدارک بسیار ارزنده‌ای می دهند. امروزه پس از 4 یا 5 دهه باستانشناسی نیز ما اطلاعی از یافته‌های مادی در دست داریم. خانه مادها در شمال فلات ایران بود. طبق منابع بین النهرینی کوه بیکنی در شرق و در غرب کرمانشاه مرزهای مادها می بود. پای تخت شاهنشاهی ماد اکباتانا است که امروزه در کنار شهر همدان می باشد. در چند دهه گذشته همانطور که گفته شد نقاطی مانند باباجان تپه، سرخ دم، نوشجان تپه و اکباتانا حفاری شده و نشان داده شده که این اماکن متعلق به دوره مادی می باشد. به گفته تاریخدان معروف یونان هرودوت، این دیاکو یا دیاکوس اولین پادشاه قبایل ماد بود. به گفته هرودوت دیاکو اقوام مادی را
با یکدیگر متحد کرد و آنگاه پادشاهی مقتدری برپا کرد. نام بعضی از این قبایل مادی عبارتند از بوسای، پرتکنیانز، استروکنیانز، آریزانتیانز، بودیانز و مجیانز. دیاکو در زمانی به قدرت رسید که پادشاهی آشور قدرت فراوان داشت و در حقیقت این مادها بودند که به آشوری ها سر احترام فرو می آوردند. آشوریان گهگاه به فلات ایران برای گرفتن برده و منابع طبیعی حمله می کردند و گهگاه مادی ها با آنها جنگ کرده و گهگاه قدرت آنها را قبول کرده و برای آنها برده و منابع می فرستادند. بعد از دیاکو یعنی پادشاهی به نام فرورتیش روبرو می شویم. فرورتیش دومین پادشاه مقتدر مادها می باشد که بر فلات ایران کنترل کامل را داشت و ما بین سالهای 647 و 625 قبل از میلاد اقوام پارسی را نیز تحت کنترل قرار داد. پادشاه سوم مادها هوخشتره نام داشت. در زمان هوخشتره بود که امپراتوری مهم آشور به پایان رسید. در حقیقت به خاطر فرمانروایی هوخشتره بود که توانست اقوام ایرانی و بین النهرینی را متحد کرده به شهر نینوا بروند و برای همیشه این پایتخت پرعظمت آشوریان را منهدم کنند. از آن زمان مادها شاهنشاهی به وجود آوردند و نه تنها فلات ایران را در دست داشتند، بلکه آسیای صغیر نیز در دست آنها افتاد. در این میان ما با عناوینی به مانند شاهنشاه روبرو می شویم. در حقیقت این مادها هستند که در میان اقوام ایرانی اولین بار لقب شاهنشاه را اتخاذ می کنند. همچنین کلمه پردیس یا باغهای ایرانیان از زمان مادها شکل گرفته و کلمه از فرم مادی آن وارد فارسی باستان شده. پس ما می دانیم که در زمان هوخشتره پادشاهی یا شاهنشاهی مقتدری به وجود آمده بود که فراتر از فلات ایران را در بر می گرفت. آخرین پادشاه ماد استیاگ یا اشتیگو نام دارد که ما بین سالهای 585 و 550 قبل از میلاد بر فلات ایران و آسیای صغیر حکم فرمایی می کرد. این اشتیاگ است که با نوه خود یعنی کوروش کبیر رو در رو می شود و کوروش نیز پادشاهی مهم ماد را به پایان می رساند. اطلاعات دیگری که ما درباره مادها داریم این است که آنها به خودشان آریا زنتوی می گفتند. به گفته هرودوت این کلمه بود که تمام اقوام مادی به خود نسبت می دادند و آریا زنتوی در حقیقت در ایرانی باستان آریا زنتو یا نژاد آریایی معنی می دهد. همچنین از بازمانده های باستان شناسی ماد مخصوصا در تپه نوش جان که دیوید سرانک در دهه 60 و 70 میلادی در آنجا حفاری کرده، ما آتشکده ای یافت کردیم که نشان می دهد که مذهب این مادی ها مذهب مزد یسنا یا زرتشتی بوده. همچنین به گفته هرودوت یکی از اقوام مادی میجای یا مجیان نام دارند که در حقیقت همان کلمه مغ امروزی است که به کاهنان یا معبدان زرتشتی نسبت داده می شود.
در حقیقت این مغها کاهنان اقوام مادی بودند و خدایی که پرستش می کردند اهورامزدا و دیگر ایزدان مهم ایرانی بودند. همانطور که گفته شد در زمان هوخشتره سومین پادشاه ماد بود که امپراتوری مهم و مقتدر آشور از بین رفت. نه تنها منابع بین النهرینی بلکه منابع یونانی و همچنین کتاب مقدس از این واقعه یاد می کند. فروپاشی پادشاهی آشور در کتاب مقدس به این گونه عنوان شده: به قوم‌ها خبر دهید تا برای جنگ با بابل بسیج شوند. شیپور جنگ بنوازید. به سپاهیان آرارات، مینی و اشکناز بگویید که حمله کنند. فرماندهانی تعیین کنید تا دستور حمله را بدهند. اسبان زیاد فراهم آورید. لشکریان پادشاهان ماد و فرماندهانشان و سپاهیان تمام کشورهایی را که زیر سلطه آنها هستند فرا خوانید. بابل می لرزد و از درد به خود می پیچد، چون نقشه هایی که خداوند بر ضد او دارد تغییر نمی پذیرند. بابل ویران خواهد شد و کسی در آن باقی نخواهد ماند. در اینجا می توان گفت که مادها اولین قوم ایرانی بودند که توانستند شاهنشاهی پرعظمتی ایجاد کنند و در جوار سه قوم و تمدن بزرگ آسیا، یعنی بین النهرین و یهود در غرب و هند در شرق، داد و ستد کنند. در این زمان است که ما می توانیم بگوییم تمدن‌های مهم آسیا در حال شکل گیری هستند و آغاز اهمیت ایرانیان برای قاره آسیا و اروپا به وجود می آید. گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان با اجرای دکتر تورج دریایی. برنامه شماره 3، شاهنشاهی ماد و تمدن آسیایی ها به پایان رسید. موزیک متن از لوریس جکناواریان، تهیه کننده purproductions.com در لس آنجلس، کالیفرنیا. در ادامه این برنامه ها از همین رسانه با ما باشید. پیروز ایران.